گفتم تخم جنی، یه نمکی داری ازت خوشم میاد. شرمنده زن من میشی؟ من میخوام ادامه تحصیل بدم، اصلا هم قصد ازدواج ندارم. کدوم زن؟ زن زن همه جورش رو دیده بودم، خجالتی میشه تون رو نکنم. واقعا قصه فیلم گیلدا در مورد یک بازیگر زن سینمای ایران هستش، یک ستاره سینماست و مشکلاتی که باهاش دست و پنجه نرم میکنه. فیلم در ابتدا به نظر میاد که اپیزودیک باشه، یعنی یک قصه های متنوعی باشه، ولی ما یعنی بیننده به تدریج ارتباط این اپیزودها و قصه های متکثر رو به همدیگه پیدا میکنه. چقدر زیبا شدی نسبت به 5 دقیقه پیشت که خیلی عوض شد. هیچی بهتر از این نیست که وقتی از دستشوی میای ببینی که نوشیدنی منتظرته. هل گفتی برای چه فیلمی؟ نمیدونم. پال فیکشن. ایده اولیه همون ایده که امیدم گفت، ایده یک بازیگر سینماست که ما قراره در حقیقت یک روز از زندگی این آدم رو مرور بکنیم، بتونیم هم جهان ذهنی این بازیگر رو از طریق این قصه ها بهش برسیم و ترکیبی بشه از زندگی خودش و زندگی جهان سینماش و اینا تو انقدر با هم در هم تنیده بشه که به راحتی نشه اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد. می رقصن این چراغ ها یه چشمک زن، می رقصن راه نماها گیج و منگ، برای رقصیدن آهنگ لازم نیست در شهر. تقریبا همه فیلم های من و امید یه جوری زن محوره و شخصیت اصلیش یک جوری یک زن داره قصه رو روایت میکنه و شاید جز معدود فیلمسازهای سینما ایران هستیم که جهان زنانه و پرداختن به دنیای زنان برامون خیلی جذابه و سعی کردیم تو این فضا کار بکنیم. واقعیتش من چون فالوور در موقع این پیج شما نیستم، بعد یه عکسی هست توی یه صفحه شما، یعنی به خاطر همه اینا من ممنون کار شد. ببخشید ایشالا خاموشش کنی. خالفت نکن گلی، این چوچوی ما نیست. سب کن ببینم نکن. من هیچ وقت این فکر رو نکردم. آخرین سوال، وقتی خودتو تو آینه نگاه میکنی چه حالی میشی؟ تو هیچ ربطی نداره، حرف میزنی یا نه؟ تو رو به فاطمه زهرا عصبانی نشو. من معلم بازنشسته بود، چه وضعی داشت؟ هرچی داشتم خرجشو کردیم، خونه جهیزیه، خب تموم شد دیگه. ما از اون اولین فیلم کوتاهی که ساختیم همیشه یک سوالی مطرح میشد، این که شما چجوری دو نفره کارگردانی میکنین، دعوا با هم نمیکنین و چجوری میشه اساسا یک فیلم رو دو نفره ساخت. من و امید دوتا دوست بودیم که خیلی اتفاقی تو مرکز آموزش فیلمسازی باغ فردوس صندلیامون کنار همدیگه قرار گرفت، از اونجا با هم دوست شدیم. بعد با هم شدیم دستیار کارگردان، با هم شدیم برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان. بعد با هم وقتی تصمیم گرفتیم فیلم کوتاه بسازیم، به نظرمون خیلی طبیعی میومد که دوتایی باز باید با هم فیلم بسازیم. با هم فیلم کوتاه ساختیم، با هم فیلم مستند ساختیم، بعدش هم وارد دنیای سینمای فیلم بلند شدیم و فیلم سینمایی ساختیم. خیلی سر فیلم با هم دعوا میکنیم، ولی معمولا دعواهامون در دوران پیش تولید و قبل از پیش تولید اصلی اتفاق میفته و دعواهامون هم برای اینه که بتونیم یه پلان رو به بهترین شکل بتونیم طراحی و اجراش بکنیم. به هر حال اختلاف سلیقه و اختلاف نظر همیشه هست، اما از اونجایی که ما تربیت مشترک داشتیم خیلی سلیقه هامون به هم نزدیکه و همیشه هم تو بحثایی که با هم دیگه میکنیم اون کسی نظر نهایی رو میگه که به صلاح کار و در جهت روند بهبود شکل و فرم کار باشه. دستت هم که داره میلرزه. نه اعصاب معصاب هم که نداری. کی تو این شهر داره که من دومیش؟ ببینم تو همکاری، مامانی، کسی رو نداری؟ ها؟ منظورم این که همیشه تنها کار میکنی.